به والله العلی العظیم، رابطه ای که امام زمان با مسلمین، با مؤمنین، با شیعیان داره صدها برابر بالاتر از رابطه ایست که پدر و مادر با بچه شون داره. رابطه پدر و مادر با بچه رابطه غریزیه، اما رابطه امام زمان علیه السلام با بچه هاش، با شیعیانش، رابطه الهیه، یعنی از سنخ محبت و رابطه خداست، قابل مقایسه با پدر و مادر. وقت پدر و مادر دائم برای بچه‌شون دعا میکنن، اگه بچه یه مقدار کاهل نماز باشه، یه مقدار شل باشه، پدر و مادر چقدر غصه میخورن، دائم دعا میکنن. وقت امام زمان دعا نمیکنه، اومد به امام رضا گفت آقا اگه میشه برای من و زن و بچه‌م دعا کنید. این روایت اصول کافیه. امام رضا فرمود اول از تو افعل، مگه من این کارو نمیکنم؟ دائم دارم براتون دعا میکنم. به خصوص اون کسی که به یاد حضرت هست و چیزی رو هدیه میکنه به امام زمان. اهل بیت مدیون کسی نمیشن، دعا میکنه برای امام زمان، یه هدیه براش میفرسته، او 10 تا میذاره روش بهت برمیگردونه. عبدالرحمن اصفهانی میگه من در زمان متوکل، در زمان امام هادی علیه السلام سامرا بودم، دیدم آقا داره میاد میره تو دربار متوکل، میترسیدم که متوکل او رو احضار کرده برای کشتنش. تو دلم دعا کردم که خدایا شر متوکل رو از این آقا دور کن. تو دلم، تا تو دلم دعا کردم، امام که رو مرکبش بود داشت میرفت به سمت دربار متوکل، رو به من کرد گفت عبدالرحمن خدا دعای تو رو مستجاب بکن، شرش به من نمیرسه، خدا بهت مال زیاد، عمر طولانی و فرزندان و نسل کثیر بده. خودش وقتی این داستان رو نقل کرده میگه الان بیش از 80 سال از عمر من گذشته و خدا دیگه تا کی به من عمر بده نمیدونم.